سرخط خبرها. مسدود شدن مسیر چندین فلزپاره غزنی به دلیل ریزش برف‌های اخیر در این ولایت. برگزاری مراسم تشییع جنازه مجددی در ارگ ریاست جمهوری. نجات یافتن مسافران گیرمانده در طوفان سالنگ و کوتل حاجیگک. و بازداشت نامزد وکیل محکوم به زندان حین فرار از کشور. سلام و وقت شما بخیر. امروز چهارشنبه 24 ماه دلو سال 1397 خورشیدی است و مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. ریزش برف‌های اخیر مسیر چندین ولسوالی ولایت غزنی را مسدود ساخته است. قطر برف‌های اخیر از 30 سانتی در مرکز تا 50 سانتی متر در ولسوالی‌های این ولایت گزارش شده است. غزنی در هفته های پسین گواه برفباری های سبک و سنگین بوده است. برفباری های اخیر اما سنگین تر از دفعات قبلی گزارش شده و قطر این برف ها در مرکز تا 30 سانتی در ولسوالی های همچون جاغوری، مالستان و جستان تا 50 سانتی متر گزارش شده است. این برفباری ها اما باعث مسدود شدن راه های مواصلاتی مختلف شده و ریاست فواید عامه غزنی از آغاز کار برای پاک کردن شاهرهای عمومی کابل کندهار خبر می دهد. بر اساس گزارش فواید عامه غزنی، مسیر راه‌های مواصلاتی ناور، جاغوری، اجرستان و مالستان مسدودند و مشکلات امنیتی باعث شده تا این اداره مسیرهای ولسوالی‌های جاغوری، خواجه عمری، اندر، قره‌باغ و سایر ولسوالی‌ها را نیز بازگشایی نتواند. مراسم تشییع جنازه مجددی در ارگ برگزار شد. مراسم تشییع جنازه صبغت الله مجددی رئیس جمهور پیشین و رهبر حزب نجات ملی امروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. در این مراسم محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، سران جهادی و دیگر مقامهای عالی رتبه حکومت شرکت کرده بودند. رئیس جمهور در این مراسم صبغت الله مجددی را یک شخصیت تاثیرگذار در روند سیاسی 40 سال پسین افغانستان توصیف کرده که همواره بر وحدت ملی تاکید می‌کرده است. صدیق حقجو در این مورد گزارش می‌دهد. الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله. محمد اشرف غنی در این مراسم گفت که پس از کودتای هفتم ثور، مجددی اولین کسی بود که علیه حضور نیروهای روسیه در افغانستان اعتراض کرد و اولین گامها را علیه هجوم ارتش سرخ برداشت. رئیس جمهور افزود که پس از پیروزی مجاهدین، صبغت الله مجددی به عنوان اولین رئیس جمهور نقش ایفا کرد و پس از پایان دوره ریاست جمهوری خود قدرت را به گونه مسالمت آمیز تحویل داد. صبغت الله مجددی در سال 1305 خورشیدی در یک خانواده روحانی در شهر کابل به دنیا آمد. مجددی در دوران پس از کنفرانس بن نیز به عنوان رئیس مجلس سنا و رئیس کمیسیون تحکیم صلح کار کرد. او روز گذشته در سن 93 سالگی در کابل چشم از جهان فرو بست. حکومت به همین مناسبت امروز چهارشنبه را تعطیلی اعلام کرد و پرچم کشور نیز به صورت نیمه برافراشته درآمد. مسافران گیرمانده در طوفان سالنگ و کوتل حاجیگک نجات یافتند. مسئولان حفظ و مراقبت سالنگ ها روز چهارشنبه گفتند که شاهراه سالنگ به دلیل برفباری ها و تندبادهای شدید در شام روز گذشته به این سود برای ترافیک مسدود شده است. عبدالبصیر حبیبی رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها بر رسانه ها گفته است که شب گذشته ده ها مسافر گیرمانده در این مسیر که شامل مردان، زنان و کودکان بودند نجات داده شدند. او همچنان افزوده است که شام روز گذشته تا اکنون
5 برفکوش بزرگ در سالنگ سرازیر شده است و همکنون برفباری ها ادامه دارد. ترس مسئولان حفظ مراقبت از سالنگ ها این است که طوفان سرازیر شود و باعث مسدودیت بیشتر این شهر را گردد. ریزش برف در بسیاری از ولایت های افغانستان سبب مسدود شدن برخی از شاهراهای عمومی به شمول سالنگ و مسیر کابل بامیان شده است. در همین حال مقام های محلی بامیان و دایکندی می گویند که بسیاری از مسیرهای این دو ولایت از روز گذشته به این سو به دلیل برف باری و طوفان شدید بسته اند. به گفته این مقام ها شب گذشته 58 مسافر به شمول زنان و کودکان که در کوتل حاجی گگ ولایت بامیان گیر مانده بودند توسط مردم محل و تیم نجات مبارزه با حوادث ولایت بامیان نجات یافتند. غلام نبی قنبری سرپرست ریاست فواید عامه بامیان در این باره به رسانه ها گفت گروه های نجات در همکاری با مردم نیز توانستند که حدود 100 مسافر را که در کوتل قنوق ولسوالی ورس بامیان و برخی از ساحات ولسوالی پنجاب گیر مانده بودند را نجات دهند. نامزد وکیلی که به 5 سال زندان محکوم شده بود، حین فرار از کشور بازداشت شد. وزارت داخلی افغانستان اعلام کرده است که یک نامزد وکیل انتخابات پارلمانی که به 5 سال حبس محکوم شده بود، حین فرار از کشور توسط نیروهای امنیتی در ولایت بلخ بازداشت شده است. در خبرنامه‌ای که از سوی وزارت داخلی به نشر رسیده آمده است که یک باشنده ولایت پکتیکا که به جرم تزویر و جعل اسناد از سوی محکمه به مدت 5 سال محکوم به زندان شده بود، از سوی پلیس مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پلیس ولایت بلخ بازداشت شده است. صادق سنجر گزارش می‌دهد. خبرنامه می‌افزاید که این فرد می‌خواست که از طریق بندر حیرتان به خارج از کشور فرار نماید. به اساس اطلاعیه کشفی روز گذشته از سوی پلیس مبارزه با جرایم جنایی، قماندان امنی بلخ و موظفین پلیس امریت عبور و کنترل بندر حیرتان شناسایی و بازداشت گردید. به نقل از اعلامیه وزارت امور داخله، فرد بازداشت شده یکی از کاندیدای شورای ملی بود. از توجهتان به داشته های خبری امشب سپاس. شب و روزتان خوش. خداوند نگهدار.